أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. جمعه آخر ماه مبارک رمضان است. خطبه اول را به آثار و نتایج ماه مبارک رمضان و تأثیر این برنامه در زندگی انسانها و در زندگی خودمان و رزداران تخصیص می دهم و با موضوع رمضان انقلاب معنوی بشر خطبه اول را دنبال میکنیم. در خطبه دوم مناسبت هایی که هست، عبده ماه حمل، 5 آوریل روز جهانی وجدان نامگذاری شده، صحبت هایی را در این موضوع خواهیم داشت. مسئله قدس و روز جهانی قدس از موضوعات است که باید به اون هم بپردازیم و مسائل اجتماعی و مسائل مربوط به کشورمان از موضوعات است که باید در نماز جمعه به اونها پرداخته شود. قبل از اون که بحث خطبه دوم را آغاز کنم، از باب تذکر عرض میکنم: فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. در روایات داریم کسی که شب جمعه سوره جمعه و سوره اعلا را در نمازش بخواند، که هر دوتا از مسبحات است، و در روز جمعه سوره جمعه، در شب جمعه و اعلا و در روز جمعه به شکل مطلق است، چه در نماز جمعه چه در نماز فرادا، سوره جمعه و سوره منافقون را بخواند، کاری را که کار پیامبر است انجام داده. معلوم میشه این سوره ها در اصلاح جامعه و در اصلاح افراد آثار و برنامه هایی دارد. البته عمل و مفاهیم و دستورات این سوره ها و همه قرآن، به همین دلیل بحث خطبه اول را با موضوع رمضان انقلاب معنوی بشر انشاءالله شروع میکنیم.
این جمله را عرض بکنم که انسان ها در طول زندگی خیلی رشد دارند و خیلی سقوط دارند. ما تاریخی را که پشت سر داریم، حتی تاریخ زنده، یعنی کسانی که هم دوره ما بودند با ما زندگی میکردن، به اینا نگاه کنیم، افراد داریم که خیلی موفق بودن، یک دفعه سقوط کردن و مسیرشان عوض شد. افرادی بودن که دور بودن، فاصله داشتن از خدا، از دین، از اخلاق، از وجدان، با یک تحول برگشتن و نزدیک شدن. ما تاریخ وقتی بخوانیم نمونه های زیادی داریم. اونهایی که در کنار پیامبر بودن جدا شدن، اونهایی که در کنار اهل بیت بودن جدا شدن، اونهایی که نبودن را پیدا کردن. بستگی داره که ما از برنامه ها چگونه استفاده بکنیم. ماه رمضان ماهی است که میتواند انقلاب معنوی در وجود انسان ها به وجود بیاورد. مطلب اول این است که چگونه ماه رمضان میتواند انقلاب معنوی بشر باشد. میدانیم و قبلا هم شنیدیم و گفتیم از باب استفاده کردن و تذکر دادن است. ما انسان ها مرکبیم از عقل و شهوت، برخلاف ملائکه ها که از عقل محضن و برخلاف حیوانات که از شهوت محضن. انسان مرکبی از عقل و شهوت است. اگر به سمت عقلانیت، نورانیت و به سمت خرد حرکت کند، ملکوتی می شود، نزدیک می شود، مقرب می شود، از ملائکه ها جلوتر می رود. و اگر به هوا و هوس و نفسانیت و حیوانیت رو آورد، تمام شدنی نیست، پایان پذیر نیست، نتیجهش سقوط است و ذلت و خاری است. و همین دلیل است که ماه رمضان ماه انقلاب معنوی بشر است. ابن ملجم سقوط کرد، ابن سعد سقوط کرد، هور رشد کرد، سلمان به اون مقام رسید. اینها نمونه هایی است که در تاریخ اسلام داریم و در تاریخ بشریت، و امروز هم از این نمونه ها فراوانند. شاید ما دنبال رصدش نیستیم. عواملی که میتواند در این انقلاب معنوی اثرگذار باشد، چگونه میشود انسان با استفاده از فضای ماه رمضان تغییر بکنه؟ اولین مطلب این است که ما انسان ها آزادیم، مختاریم. کسی را مجبور به روزه و روزه با شرایط نکرده. خیلی ها روزه نمیگیرن، لا اکراه فی الدین. خیلی ها روزه میگیرن، روزه در حد رفع تکلیفه، از مفترات امساک میکنن، غذا نمیخورن، اما اون روزه کامل را نمیتوانن بگیرن. این مختار بودن انسان و این آزاد بودن انسان در عرصه زندگی معنوی و مادی نتایجی دارد. خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا سرنوشت اقوام، مردم ها را تغییر نمیدهد، حتی یغیر ما به انفسهم، خودشان تصمیم بگیرند مسیر و زندگی را عوض کنند. اگر مسیر سالم است دقت کنند، اگر مسیر باطل است عوض کنند. انا هدینا السبیل، ما را نشان دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. آیه‌ای که مکرر شنیده این لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست. ماه رمضان هم
که قرآن نازل شده برای هدایت است، برای اتمام حجت است. خیلی ها از این ما استفاده کردن، انقلاب درونی اونها را به کمال رساند. خیلی ها در مقابل ماه رمضان افتادن، فاصله گرفتن، نتوانستن خودشان را برای استفاده از این فرصت آماده کنن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، برای هدایت بشر است. و بینات من الهدى والفرقان، دلائل روشن برای هدایت و برای تشخیص حق در ماه رمضان وجود دارد. می توانیم به یک انقلاب بزرگ در زندگیمان، در این کشور بزرگی که هر یکی از انسان‌ها در اختیارشان دارن به وجود بیاوریم. یکی از راهاش اینه که از فرصت‌های رمضان خوب استفاده بکنیم. خوشا به حال کسانی که از این لحظه ها استفاده کردن. جمعه آخر رسید و تأسف است و درد است برای کسانی که نفهمیدن چه ماهی آمد، چه برنامه آمد و در حال پایان است. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن خودتان را در این معرض برسانید. اینطوری نیست که وقتی ماه رمضان می آیه الان جمعه آخرشه همه دنیا فهمیده باشن رمضانه. نفهمیدن. برای خیلی ها آمدن و نیامدن ماه رمضان معلوم نمیشه، نه در صحبتش تغییرات است، نه در کارش، نه در خوردنش، نه در رابطهش، هیچ تحول دیده نمیشه. پیامبر فرمود در زندگی شما لحظه های ریزش رحمت است. الا فی ایام دهرکم نفحات، و هوش باشیم در روزگاران شما لحظه های ریزش رحمت است. فتعرضوا لها، خودت در معرض رحمت قرار بده. این همون تحوله. لعله ان یصیبکم نفحت فیها، شاید در اون معرض رحمت یک نسیم رحمت سراغ تو بیاید. شب قدر هم همونه. فلا تشقون بعدها ابدا، اگر اون نفحه الهی نصیبت شد و خودت را به اون نفحه رساندی، تو برای ابد از شقاوت در امانی، سعادتمند میشی، خوشبخت میشی. این برکت ماه رمضان است. روزه تنها ما را در ماه رمضان یاری نمی کند، اثر روزه مندگار است. اثر روزه نیرو بخشیدن، نور بخشیدن، بصیرت دادن است. شخصی به نام ابی امامه از پیامبر بزرگوار اسلام سوال کرد، یا رسول الله، درخواست کرد مرا به عمل سودمند رهنمون بفرمایید، هدایت بفرمایید، مرا به یک عمل بی نظیر و بهترین دستور بدین مقید بشوم، او کار انجام بدم. شما میدانید روزه گاهی در ماه رمضان است، گاهی هم روزهای مستحبی است. وجود نازنین پیامبر فرمود علیک بالصوم، برو روزه بگیر. فانه لا عدل له، روزه معادل نداره، چیزی مثل روزه دیگه نداریم. ولا وزن لثوابه، هر چیزی را ثوابش وزن میکنه، وزن حق است. پیامبر فرمود ثواب روزه وزن کردنی نیست با هیچ وسیله ای. حالا در ادامه عرض میکنم، سه بار پیغمبر در جواب درخواست ابی امامه این جمله را فرمودن. چی چیزی روزدار را
کمک میکنه. عزیزان من، روزداران، افتخار نگاه کردن به چهره های شما را دارم و توفیق هم کلامی را با شما خدا نصیبم کرده و سپاسگزار همه الطاف الهی هستم. یکی از مشکلات امروز بشر اضطراب است. تپش‌های روحی، تپش‌های روانی و نابسامانی‌های فکری است. چه کنم؟ معلوم نیست مسیر چیست، پایان کجاست. این اضطراب ها هم در مشکلات جسمی اثر داره، هم در انتخاب اثر داره، هم در روند و راندمان کار روزانه و شبانه ما اثر داره. این اضطراب ها را با کدام دارو، با کدام پزشک می توانیم درمان کنیم؟ قرآن می فرماید این تکانه های روانی را و این زلزله های ذهنی و فکری را با یک چیز می توانین کنترل کنین، آرام کنین، یاد خداست. الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا جانها آرام می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. روزه، این باید دانشمندان علوم پزشکی بیشتر دنبال کنن، متخصصین. یکی از آثارش این آرامش روانی است. گاهی آدم این آرامش را در سخت‌ترین شرایط حس میکنه و این نیروی معنوی به یاری انسان میآید. امام باقر که پیغمبر فرمود او شکافنده علم است، فرمود و سیام و الحج تسکین القلوب، روزه و زیارت خانه خدا باعث آرامش دلها می شود. تسکین القلوب، نتیجه روزه، این انقلاب معنوی. ما انسان ها نیاز به آرامش داریم، روزه باعث آرامش است. یکی از حالات که ما داریم مقام یقین است. در روایات تعبیرهای جالبی و شیرینی درباره یقین داریم. بالیقینی غایت و غایت تدرک و غایت القصوا. با یقین آخرین درجات انسان میتوانه به دست بیاورد. یقین چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمودند یقین چهار بخش داره. فرصت کم است. یک بخشش توکل بر خداست، آدم خودش به خدا بسپاره. دوم تسلیم رضای خدا بشه، هرچی او برای ما خواست. سوم و تفویض الالله، خودش به خدا بسپاره. و رضا به قضاء الله، هرچی خدا براش در نظر گرفت و او راضی باشه. این توکل است، این یقین است. نشانهاش چیست؟ خب ما از کجا بفهمیم ما اهل یقینیم یا نه؟ کسی آمده بود در معذر پیغمبر، جوانی خیلی حالات خاصی داشت. پیغمبر فرمود که چرا اینطوری هستی؟ گفت یا رسول الله بهشت با نعمتهاش دیدم، جهنم با شکنجه هاش دیدم. حضرت فرمود این جوان قلبش به یقین نورانی شده. این یقین علامت هایی داره. یکی این که انسان مردمه، با خشم خدا خوشحال نمی کنه. لا یرز الناس به سخط الله. بعض وقتا ما برای که مردم از ما راضی باشه دیگه معامله میکنیم، کار اینطوری تنظیم میکنیم ولو خدا از ما راضی باشه. حضرت فرمود علامت یقین این است که با خشم خدا مردم راضی نکنی. باید متوجه باشی رضایت او بالاتر است. اگر مشکلی برای تو هست، محرومیت داری، این به گردن مردم نیندازی. بعد فرمود خدا
این مطالب حضرت فرمودن، در ادامه فرمودن جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا، خداوند راحتی را در یقین قرار داده، در رضایت خودش قرار داده. بعضی ها میرن دنبال یقین به کشورهای دیگه، اشکال نداره، مسافرت خوبه، اما آرامش در یک نقطه خاص نیست، اشتباه است، درک درست نیست که ما آرامش را در یک کشور خاصه بخواهیم. آرامش را باید در وجود خودمان، در درون خودمان پیدا کنیم. و این آرامش از مسیر ماه رمضان دائمی می شود، ماندگار می شود، بیمه می شود. لذا فرمود جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن، اندو حزن غم را فی شک و سخط، در شک، در دودلی، در این که خدا را انسان از خودش ناراضی بکنه، اینجاها انسان مضطرب می شود. ماه رمضان ماهی است که می تواند این تحولات را در زندگی ما به وجود بیاورد. می ترسم فرصتم ایجاب نکنه و خطبه اول طولانی شود. اجازه بدین، یکی از آثار روزه تثبیت اخلاص است، اخلاصی که یکی از رازهای خداست، یکی از اسرار خداست. الاخلاص سر من اسراری، اخلاص رازی از رازهای من است. او را در قلب کسی که دوست دارم قرار می دهم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و صیام تثبیتا للاخلاص، روزه باعث می شود اخلاص در وجود انسان ها برای همیشه بماند، تثبیت شود. چه عاملی میتواند این انقلاب را به وجود بیاورد و پایدار کند؟ روزه. لذا در خطبه شعبانیه پیامبر فرمود شهر هو دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدیم. اثر این مهمانی همین هاست. این عبارت خیلی رساست و صحبت من تکمیل میکنه در حد همین فضا مصلا و در خطبه‌ای که به احترام جمعه و نماز جمعه خداوند به ما دستور داده و این برنامه مقدس. فرمود ان الله تبارک و تعالی، خدای بزرگ یقول، میفرماید الصومولی، روزه مال من است و انا اجزا علی، پاداش روزه بی بدیل است، پاداش روزه را خدا فقط خودش می داند. با روزه می توانیم قیامت را مجسم کنیم، همدردی با نیازمندان، احساس حقارت در برابر حق، اینها همه از برکات روزه است، مانع طغیان نفس می شود، همون نفسی که لحظه به لحظه ما را در مسیر شقاوت می کشاند. روزه می تواند او را مهار کند. علیکم بالصوم فانه مهمسه للعروق و مذهبه للعشر، روزه گرفتن را جدی بگیرین، به خاطر که سرمستی ها را از زندگی انسان میبرد، انسان را مدیریت میکند و مهار میکند. امید است که روزمان ما را در این مسیر بکشاند و برساند. امام هشتم علیه السلام فرمود روزه باعث انکسار انسان، شکست نیروهای شهوانی می شود. به همین دلیل است که یک واعظ درونی در انسان به وجود می آورد و انسان را تمرین می کند
به تمرین وامی دارد که همه واجبات را رعایت کند. به همین دلیل به ما دستور داده شده که روزتان فقط دهن بستن نباشد. پایان خطبه اول این روایت است که امام صادق فرمود اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک. وقتی روزه میگیری گوشت روزدار باشد، چشمت روزدار باشد، پوستت روزدار باشد، موهایت روزدار باشد. حضرت شمردن، فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست. چقدر مهربان است پیغمبری که این همه برکات از مسیر او به ما رسید. در ایام حیاتش زنی روزدار الفاظ رکیک بر زبان جاری کرد. سمع رسول الله امرأتن تصاب جاریتن لها. پیغمبر می گذشت، خب با مردم بود، زندگیش مردمی بود. امروز متاسفانه بخشی از مشکلات جامعه اسلامی این است که حکام اسلامی مردمی نیستن، با مردم رابطه ندارن، از دین حرف میزنن اما عمل بدین کم است. ما چند رهبر داریم در دنیا که با مردم آمیخته باشند، هر لحظه مردم به اونا دسترسی داشته باشند. پیغمبر عبور میکرد، شنید زنی کنیزش و کارگر خانهش را با الفاظ رکیک دشنام میدهد. سمع رسول الله امرأتن تصاب جاریتن لها و هی صائمه. این زن روزدار بود. فدعا رسول الله به طعام. پیغمبر دستور داد یک ظرف غذا آوردن روز رمضان. حالا خانم روزدار بود، غذا را که آوردن پیغمبر فرمود فقال لها کلی، فرمود خانم بفرما غذا. فقالت انا صائمه، زن گفت که یا رسول الله من روزه دارم. فقال کیف تکونین صائمه، چگونه تو روزه داری؟ و قد سببت جاریتک، من شنیدم تو کارگرت را کنیزت را فوش دادی. ان الصوم لیس من طعام و شراب، فرمود روزه فقط غذا نخوردن و آب نیاشامیدن نیست. و انما جعل ذلك حجابا على سواه ما من الفواحش، خدا روزه را حجاب قرار داده، نخوردن نان و نیاشامیدن آشامیدنی ها و غذاها را، نخوردن و نیاشامیدن را حجاب قرار داده از همه فواحش. من الفعل، حالا بعضی کارا انجام داده نیست، و القول، بعضی چیزا گفته نیست. بعد فرمودن ما اقل الصوام و اکثر الجواب، چقدر روزدار کم است اما گرسنه زیاد است. امید است روزمان انقلاب معنوی در زندگیمان پدید بیاورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله،
و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردم سفارش میکنم نماز جمعه که همه عزیزان مستحضرن با عبارت فسعوا الی ذکر الله معرفی شده، با تلاش خودتان را به ذکر برسانید، یعنی به نماز جمعه، مسئولیت های فراوان دارد. جنبه اصلی و خمیرمایه این عظمت که حج فقرا است، عدم حضورش سه جمعه و مثابه نفاق است، اون نکته اصلی آگاهی دهی است، هوشیاری، هوشیاری اجتماعی و کلان در مسیر مدیریت جامعه بشری، چون قرآن برای هدایت همگان نازل شده. به همین دلیل دنبال موضوعات هستیم که در این هدف ما را بیشتر برساند و یاری کند. عبده ماه اول ما برج حمل برابر با 15 آوریل روز جهانی وجدان توسط سازمان ملل نامگذاری شده. هدف از این بزرگ داشت ترویج فرهنگ صلح بر اساس مجموعه از ارزش‌های جهان شمول است. نگرش‌ها، رفتارها، الهام‌های برگرفته شده از اصول آزادی، کرامت انسانی، خردورزی، توجه به ترازوی وجدان، عدالت و مردم سالاری، مجموعه این نکات باعث شده که یک مرکز که همه دنیا به او یک نگاهی ویژه دارند، این روز را به عنوان روز بزرگداشت از وجدان اسم گذاری بکند. به همین در واقع دلیل و به همین آدرس خطبه دوم را با بحث وجدان آغاز میکنیم و انشاءالله نکات را که در این هدف ما را یاری میکنه با اونا اشاره میکنیم. وجدان چیست؟ وجدان یا وجدان کاری یک اصطلاح رایج است بین مردم، در همه زبانها، در همه گفتمانها این مسئله وجود دارد. جامعه انسانی به شدت نیازمند طرح این بحث وجدان است. وجدان روحیه کار، روحیه هدفمندی، مسئولیت پذیری و رضایت و جدیت را در کار برای آحاد مردم فراهم می کند. به همین دلیل است که باید این بحث جدی مطرح شود. همه جوامع نیاز دارند. جامعه اسلامی بر اساس ارزش هایی که دارد نیاز بیشتر به وجدان کاری دارد و به محکمه وجدان دارد. به همین دلیل ما باید بیشتر، چون معتقد به آخرتیم، حالا عرض میکنم در خیلی از کشورها که بحث وجدان کار یا وجدان مطرح میشود، اونجا بحث آخرت نیست، فقط کار است و برنامه و مدیریت. این مفهوم و این عبارت چی معنا دارد؟ در لغت به معنای یافتن حق. ما یک گم شده ای داریم به نام حق. قرآن میگه بعد از حق گمراهی است. شعور باطن، اونی که هر را در کربلا برگردان یک لحظه، چی بود؟
اون وجدانش بود. اونی که هیتلر بعد از اون جنایت به تیمارستان کشان، او وجدان است. گاهی زیر پا میشه این سرمایه بزرگ، گاهی هم از او استفاده میشود. در باطن انسان یک نیروی است که راز تشخیص نیک و از بد است. این نامش وجدان است. قابل حسه، قابل درک است، به شرطی که دنبال درکش باشیم. شما اگر هر چیزی را دنبال نکنین به دستتان نمی آید. رتبه های علمی، اقتصاد، نیروی جسمی اگر ورزش نکنیم توانمند نیستیم. اگر تجربه و تکرار نکنیم تخصص نصیب ما نمی شود. وجدان قابل حس است، قابل درک است. گاهی میگن وجدان روانشناسی عبارت است از قوه‌ای که علاوه بر درک خیشتن و آگاهی به حالات درونی، ارزش اعمال انسان را تعیین میکنه. گاهی یک کار میکنه میگه که این کار اینقدر قیمت داره. بعضی وقتا یک طفل در حال نابودی است، یک کسی میاد خودش را سپر میکنه برای که او طفل زنده بمانه. وجدان خلاصه روانشناسی قیمت یک کار مشخص میکنه. اما ما فعلا دنبال بحث وجدان روانشناسی نیستیم. وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی کارکرد اصلیش عبارت است از تشخیص نیک و بد. وجدان حکم میکنه که این کار درسته یا نادرست. آقای معلمی که در مکتب داره درس میدی، تربیت به عهده گرفته، استاد پوهنتون و دانشگاه، کارت خوبه، وجدانت حکم میکنه. آقایی که در حکومت ها کار میکنی، در اداره ها کار میکنی، امضا و سخنت، حرفت اجرا میشه، باید دنبال این باشی که وجدانت از این راضی است. ما دنبال اینیم. این اصطلاح در دین ما فراوان آدرس داریم، جایگاه داره. قرآن از این وجدان تعبیر میکنه به نفس لوامه، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، سوگن به روز قیامت و سوگن به نفس لوامه، به وجدان بیدار و ملامتگر. اون وجدانی که انسانها را سرزنش میکنه. امیر المؤمنین که ما مکرر در نماز جمعه، در غیر نماز جمعه تعبیر میکنیم، این تعبیر مال من نیست، منم از زمره کسانی هستم که الحمدلله به این عقیده رسیدم. قرآن ناطق، این قرآنی که در خانه ها داریم قرآن صامت است، زبان نداره. تا شما شروع نکنین خواندن سوره هم، خودش که خوانده نمیشه. میشه علی قرآن ناطق است. میفرماید و علمو انه من لم یعن علا نفسه حتی یکون له منها واعظا و زاجرا لم یکن له من غیرها زاجر ولا واعظ. میگه یک کار بکن، یک برنامه ای را دنبال بکن، یک واعظ در درونت پیدا شود، یک متذکر، یک امر کننده و نهی کننده در داخل زندگیت پیدا شود، و الا سخنران و واعظ بیرونی نمیتواند تو را به سعادت برساند. وجدان یعنی این. ارزش بالایی دارد وجدان. دست پرقدرت آفرینش، همون خدایی که فرمود تبارک الله احسن الخالقین، گوهر گرانبها و با ارزش را در درون انسانها تعبیه کرده، همه انسانها. این مطالب را اگر ساکنان
زمین در هر جا بشنوند برای اونها وسیله هدایت است. تنها برای ما نیست، قرآن برای هدایت همه است. در درون آدمی یک چیزی را به وجود آورده، به او میگوید وجدان، به او میگوید نفس لوامه. بشریت نیاز دارد این را بشناسه و از این استفاده بکنه. آرامش ما در احترام به وجدانمان هست. امیر المومنین فرمودن، ائمه فرمودن، هرگاه کار میکنی هر یکی از شما کار را محکم و دقیق انجام بده و الا وجدانت از این راضی نیست. به پسرش فرمود پسرم به همه مردم نیکی و احسان کن همان گونه که دوست داری دیگران در حق تو نیکی و احسان کنند. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. علی علیه السلام میفرماید ما دو تا محکمه داریم، محکمه قیامت خب معلوم نیست، یقینا برگزار میشه، اما الان که اون محکمه نیست. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. اما یک محکمه دیگر به نام وجدان، این محکمه باید هر لحظه ازش استفاده کنیم و بهره بگیریم. محکمه وجدان محکمه است که محکمه آخرت را هم برای ما آسان میکند. امیرالمومنین همیشه از کمکاری های عواملش، والیانش، مسئولینش و از کمکاری های حاکمان رنج می برد و خسته بود و به عنوان یک راه حل و مدیریت کلان همیشه فریاد می زد چرا کارها دقیق انجام نمی شود، امور نابسامان است، مسلمانان این گونه مشکل دارند و در تنگناها قرار دارند. خطبه 27 نهج البلاغه را بخوانین. فریاد علی، ناله علی مبین این مطلب و معید این اعتراض علی است و شاهد این حقیقت است که هر انسان اگر در محکمه وجدان خودش مراجعه نکند موفق نمی باشد. وجدان کاری و قلب سلیم در بیان امیرالمومنین تجلی کرده. اگر کسی به محکمه وجدان مراجعه کرد این انسان قلب سالمی دارد، همون قلبی که قرآن می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی نیست، خودمون داریم کار انجام میدیم، می نویسیم، امر می کنیم، می دوزیم، تولید می کنیم، اونجا باید از وجدان دستور بگیریم. امید است که جامعه اسلامی با استفاده از این نیروی بزرگ در تحولات اجتماعی شاهد تغییرات باشد. از کجا بدانیم وجدان داریم یا نه؟ برای این که بفهمیم وجدان هست، ازش استفاده می شود یا نمی شود، یکی از راه های وجدان تشخیص و ترجیح حق بر باطل است. اگر دنبال حق باشیم، حقیاب و حقگو باشیم، اینا در زندگی افراد می بینیم، در همسایه ها، در شرکا، در حکومت، در رعیت، کسی که دنبال حق است و حق را میگوید این علامت زندگی وجدان اوست و زنده بودن وجدان اوست. چرا فرمودم کسی که حق نمیگوید شیطان ساکت است؟ برای اینکه وجدان را زیر پا گذاشته. من کان له من نفسه زاجر کان علیه من الله حافظ. کسی که از درون یک این موجودی و یک نیروی داره که او را کنترل می کند، این از جانب خدا یک محافظ دارد. پس یکی از راه های
تشخیص وجدان همین است. ستایش و سرزنش، وجدان زنده و داور و دلسوز انسان را هم تشویق می کند و هم سرزنش می کند. اگر کار خوب انجام داد آرامش سراغش می آید. گاهی دیدین از یک مظلوم آدم دفاع می کنه. وقتی از جا حرکت می کنه احساس می کنه آرام است. گاهی در یک مجلسی از یک حقی حفاظت می کنه، آبرویی رو می خره، احساس آرامش می کنه. گاهی دنبال باطله، احساس خستگی میکنه. ابن سعد وقتی آمد از کربلا به کوفه، به او وعده حکومت ری داده بودن، وقتی به سمت خانه میرفت شانه هاش افتاده بود، به نزدیکانش گفت هیچ مسافر مثل من متضرر و شکست خورده نیست. وجدان انسانها را سرزنش میکند و ستایش میکند. رشد و شکوفایی شخصیت، اونهایی که دنبال وجدانن شخصیتشان رشد میکنه، قوی میشن، سپر میشن. المؤمن کالجبل الراسخ، مثل کوه استوار میشوند. در فعالیت‌های اجتماعی وجدان کار توسعه و بزرگی را در فرایند کلان حرکت بشری به نمایش می‌گذارد. اینها مطالب فراوان است که بیش از این مجلس و محفل و خطبه امروز بر نمی‌تابد. نکته آخر، تحولاتی که در افغانستان شاهدش هستیم، قضیه قندهار، پیدا شدن و پرواز بی سرنشین ها، قضیه‌ای که در ایران اتفاق افتاد، قضایایی که در پاکستان ما شاهدش هستیم و قضیه‌ای که در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق شاهدش بودیم، از سوی اسرائیل، همه این رویدادهای خلاصه مختلف نشان دهنده یک نابسامانی، یک تحول در دنیای جدید مخصوصا در کشورهای اسلامی است که به شکلی همه اینها را خلاصه مرتبط میکنند با داعش و این پدیده شوم. و از طرفی دنیا به یک شکلی به دو جریان در حال خلاصه قرار گرفتن و رویارویی است. فتنه های کور و نامبارکی در حال به وجود آمدن و در حال اجرا شدن است. امیدواریم که همه نظام های اسلامی و انشالله حکومت افغانستان که طبق صحبت های سخنگوی امارت و همینطور آقای حنفی معاون ریاست الوزراء در جلسه افطاریه‌ای که با نمایندگان سیاسی برخی از کشورهای اسلامی داشتن و اونجا اظهار کردن که پیکار مشترک علیه اینها باید صورت بگیرد و داعش در افغانستان ریشکن شده و سرکوب شده، انشالله در برنامه جدید و در این تحولات با استفاده از هوش و از بیداری و از آینده نگری، انشالله کشور ما و جامعه ما به سمت آرامش و به سمت طمأنینه و حل مشکلات همه جانبه حرکت کند و مدیریت دقیق و حساب شده میتواند این حرکت را برنامه ریزی و به سرمنزل مقصود برساند. خدایا فرج آخرین ذخیرت برسان. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا همه مستضعفان را با ظهورش از نگرانی ها و از این تپش های فکری و قلبی در مسونیت کامل برسان. دولت ما، ملت ما را در پناه قرآن با
با استفاده از درس‌های بزرگ ماه رمضان در یک وحدت همه جانبه خدایا و در یک مهربانی و اخوت کامل برسان. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان ناموس و عزت و قدرت و پیشرفت ما اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشکن بگردان. مسئولین امنیت، حافظین آرامش، مخصوصا عزیزانی که در این شبها در لیالی قدر زحمت کشیدن، خدمت کردن در سراسر کشور، در مصلاها، در این سنگرهای بیداری و هوشیاری، خدایا اجر دنیا و آخرتشان کامل با مقام خودت، با مقام ماه رمضان عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.